سلام خدمت دوستان عزیز، امروز روز دوم و جلسه دوم آموزش رزمی. با همیشه هر پایی که جلو اول رو مشت میدن، خب الان پای چپ هم جلو، پس دست چپ هم انگوش شست هم وقتی باز میکنم بالای ابرو باید باشه. بعضی هم میگن اینجوری باید بگیریم به بالاتر از ابرو. همیشه میگم انگوش های شست بالای ابرو و اگه پهلو من باز میمونه باید فک کامرم پایین تر و اینکه آرنجا هم به چسب کنم پردو که محافظ دنده ها و صورت هم فک هم باشه. حالا از این سمت که من دارم گارد میگیرم جلوم که بسته هست، این بغل صورت هم با کتفان پوشش میده در حالی که اون لحظه که ضربه به سمت من میاد. حالا فعلا ما یه جلسه میذاریم واسه گارد و دفاع آرانه. بعد این الان ما هدفمون آموزش بوکسه. خب همیشه هر پایی که جلوه اول اون بوکس رو میزنه. الان پای چپ جلوه، دست چپمون رو آروم میچرخونیم و با سیکن ضربه میزنیم. حالا ایرادای این فرق بوکسورا با کیک بوکسورا یا موی تای کارا یا MMA کارا اینه که در بوکس پای جلو میچرخه. خب چرا؟ چون که خیال شاعت فقط بوکسه و قدرت بوکسش بیشتر میشه و این در کیک بوکس و موی تای این اتفاق نمیفته. چرا؟ که اگه فایتر باشید این متوجه میشه که اگه من همزمانی که دارم چپ یا رام هولز پانچ میدارم ضربه رو که بخورم به تاندرو ربات های من آسیب میرسونه و به خاطر همین خیلی از فایترها وقتی ضربه چپ میزنن میشه نشست دارن تو دوکیکشون. پس پای جلو من به این شما تکون نمیخوره، فقط از لگن من قدرت از لگن و این چرخش من باعث میشه که در وقت قدرتش بیشتر بشه به این صورت. حالا نکته بعدی اینه که من قدرتم از لگن میگیرم، از باستنم میگیرم و از کتفان میگیرم و از همه مهمتر آرنج منه که خیلی اینجوری مش میدن. من میخوام این آرنج تو کامل بچرخونم و بیرون که هم محافظی بشه واسه ضربه خوردن راهوان یا ضربات دیگه، هم کتفم تا حالا من بوکسم محافظ فکم بوده، از الان به بعد یک کتفم باید محافظ فکم باشه چون فک من با هیچی قوی نمیشه مگر یه مقدارش رو با یه سری حرکاتی مثل گردن رفتن و مثل مثلا وزن به دهن گرفتن و یه مقدار خیلی کم جزئی قوی میشه و بهترش اینه که ما محافظت اون رو از اول تو بدن رو بندازیم که به مشکل نخوریم. پس وقتی داریم ضربه میزنیم همیشه هر پایی که جلو اول بوکس رو میزنیم و چرخش از لگن و باسن و آرنج من حتما باید چرخش داشته باشه، نه اینجوری به این شکل باید فکر ما بسته باشه و آرنج رو بالا باشه که باعث بشه هم با سکن ضربه بزنم همین که قدرت مشت پانچ هم بهتر باشه هم محافظ صورت هم باشه. و توجه کنید هیچ موقع نه نباید با آرنج ضربه بزنم، یعنی دست من به هیچ شما 100% صاف نمیشه. خب حتما یه خلاصی داره خیلی کم که اصلا متوجه نمیشه که قدرت من از کتفمه نه از آرنجم. توی ضربات رو گفتم کنترلی ما فقط از آرنج رو کمک بکنیم و توی ضربات قدرت که از کتف از ضربات کتف مخواد استفاده کنیم باید حتما آرنج ما یه در خم باشه، نه که خیلی معلوم باشه و الان به این صورت چقدر کم من دارم آرنج رو خم میکنم فکر رو میبنم. بوکس عقب رو بزنم، گارد که همونجوری بالا و ضربات دست عقب که وقتی من میزنم کل سمت راست من همزمان با هم میشنم. خب به همون طریقه ای که دست چپ زدیم بدن من کامل 90 درجه شد. وقتی من ضربه چپ رو میزنم اگه اینجا استوب کنم و دست رو بزنم بدن من 90 درجه شد. خب و اگه دست راست رو بزنم همونجا
جایی که وایسم دستامو بذارم بدن من 90 درجه اینجوری من میفهمم که کامل چرخش کامل انجام دادم. حالا بعدنا براتون میگم که چرا باید اینقدر بچرخیم. یکی اینکه قدرت مشتمون رو زیاد میکنه، همین که باعث میشه که کند کنیم مثلا اون ضرباتی که روبروی صورت ما میاد میتونیم جاخالی بدیم. حالا ما فعلا به اون کاری نداریم، فعلا آمادش دست عقبمونه که وقتی چرخش کامل نداشته باشیم قدرت مشتمون کامل نمیشه و ضربمون زیاد نمیتونیم اثر کنه روی حریفمون، روی همون میت زدنمون، روی کیس زدنمون. پس بدن ما همون راحتی که هست 90 درجه میچرخه و به همون صورت کتر ما محافظ فک هم میمونه و آرنج هم بالا و تا آخر آخر دست هم باز نمیشه، حاله یه خلاصی داره و ضربه با سکن زده میشه. دقت ایراد این تکنیک به اینه که من قدرت ضربه ما از لگنم استفاده بکنم، این من باید با لگنم ضربه بزنم که قدرت داشته باشه. این از این. و دومی حالتش اینه که من وقتی که دارم ضربه دست عقب میزنم، پای عقب من رو پنجه رو زمینه و حتما انرژی رو از زمین میگیرم یه مقدارشو که در صورت که اگه خیلی بچه ها پاشو رو بردارن ضربه بزنن زیاد قدرت نداره به اون ضربه که رو زمینه. پس حتما باید روی چرخش کامل داشته باشی رو پنجه پا و از لگن باید چرخش کامل داشته باشی و مخصوصا از کتف باید چرخش کامل داشته باشی و آرنج شما و کتف شما محافظ فک شما باید باشه که قدرت ضربه من هم همزمان از همه عضلات هم استفاده کنه. به این صورت آرنج من نباید رو پایین باشه، گفتم محافظ میشه در همون لحظه که من راموز پایین یا لگت میزنن حتما باید فکر رو بسته باشه و مشتم رو بارو بزنن. ما حالا میخواییم آموزش رو یاد گرفتیم و حالا میخواییم شدو کنیم همون چبراسی که تاری یاد گرفتیم و خودمون تمرین کنیم. دقت کنیم بعضی که دارن مثلا همین چرخش رو انجام میدن و این ضرباتی که دارن میزنن چپ اونجا میزنن راست اونجا میزنن، یعنی اگه کله حریف اینجا باشه این برابر شدن میزنن. ما باید توی چرخش ها مورد تو دستمون از روبرو بیاد، یعنی اول چرخش بعد ضربه داخل و دوباره اول چرخش ضربه داخل، یعنی اینجوری به این شکل.